خانم بنی هاشمی، در حالی که قانون حجاب و عفاف هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده، بسیار این سوال رو مطرح میکنن که بر اساس کدام قانون پلیس داره این موضوع رو اجرا میکنه. در مورد این برامون بگید. درود. اتفاقا این خیلی جای خوبیه برای اینکه ما این بحث رو شروع بکنیم، برای اینکه واقعا در صحنه ها و صحبت هایی که پیش از شروع مصاحبه با من داشتین نشون میدادین، دقیقا بحثی که من داشتم بهش فکر میکردم این هستش که در این تصاویر صحبت از قانون میشه، صحبت از کدوم قانون میشه؟ یا اینکه اگر دختران در دانشگاه با این مسئله مواجه میشن که این شلوار مناسب نیست، این مانتو مناسب نیست، دقیقاً طبق چه جور قانونی داریم این صحبت رو میکنیم؟ یعنی اینکه هر دانشگاهی، هر مرکز آموزشی برای خودش یک بخشنامه داخلی تعیین بکنه و میزان وجب شلوار و سایز و دور کمر رو بخواد به همین ترتیبی که دارم میگم واقعاً باید بهش اشاره بکنیم، بخواد تعیین بکنه برای اینکه افراد شلوار مناسب داشته باشن. اجازه بدین یه بحث خیلی جالب تری رو اینجوری بهش نگاه بکنیم که خیلی وقتا زمانی که در بسیار از دانشگاه‌های آمریکا ورود پیدا می‌کنن خیلی از دانشجویان از خاورمیانه، یکی از اولین سوالاتی که از بخش آموزشی می‌پرسن این هستش که لباس مناسب برای حضور در دانشگاه چه لباسی هست. این دقیقاً برگرفته از همین سیستم‌هایی میشه که در ایران برای مردم تعیین تکلیف میکنن و جواب دانشگاه‌های آمریکا هم همیشه به این صورتی که ما در آمریکا پلیس لباس نداریم. این دقیقاً به خاطر همین نوع تربیت و همین در واقع رفتارهای روزمره‌ای هستش که شما میبینید با جوانی که داره پاشو وارد محیط آکادمیک میشه، در ارتباط با سایز شلوارش به خودشون اجازه میدن که بخوان صحبت بکنن. در تصاویری که شما داشتین نشون میدادین، دارم ارجاع میدم به اون تصاویر، و اینکه دختر اشاره میکنه که این شلوار گشاده، یعنی ببینید تا چه حد و اندازه‌ای در واقع نقش جوانان در جامعه مورد خدشه و در واقع آسیب‌های روانی و اجتماعی قرار می‌گیره. خانم بنی هاشمی، در میان این همه مشکلات اقتصادی و بحران‌های سیاسی، چرا حکومت تلاش داره بر زنان فشار بیاره؟ آیا واقعا نمی‌ترسه که این فشارها باعث یک طغیان بشه؟ خب اتفاقا من میخواستم اینم توی مصاحبه حتما بهش اشاره بکنیم که اصلا این بار مسئله حجاب رو به نظر من ما نباید فقط صرف مسئله حجاب ببینیم و صرف در واقع مسئله حجاب به عنوان کلمه حجاب در معنای خودش نگاه بکنیم، بلکه واقعا به نظر میرسه در این شرایطی که سایه شوم جنگ بر سر مردم یک بار دیگه انداخته شده، شما ببینید الان این چند روز واقعا با هر کسی که داخل ایران صحبت میکنیم، خارج از ایران صحبت میکنیم، همه دوچار یه التهابی هستن. کسانی که مریض دارن نگران وضعیت دارو هن. کسانی که در واقع اقشار کم درآمدن نگران وضعیت درآمدی هستن، با اینکه در عرض چند ساعت در واقع دلار چند 20 هزار تومان گرانتر شده، مسئله افزایش قیمت سوخت رو داریم که از اول ابتدای امسال شروع شد و خیلی اثرگذاره در واقع این قیمت افزایش قیمت سوخت بر تمام مایحتاج مردم. خب در یک همچین شرایط التهابی و وضعیت روانی، اینکه واقعا صبح ها رژیم بخواد با مردم اینطور رفتار بکنه و شب ها بخواد موشک پراکنی بکنه و امنیت در واقع کشور رو از این جهت تحت تاثیر قرار بده، به نظر من این دو تا رو باید در راستای همدیگه دید، در راستای اینکه ما همچنان حواسمون به اکثریت مردمی که ممکنه موافق اقلیت نظام نباشن، حواسمون به اونها هست و ضمن این که در واقع اهداف خارج از کشور خودمون رو پیگیری میکنیم، رفتارهای سرکوبگرانه خودمون رو در داخل هم خواهیم داشت. اتفاقا برخی معتقد هستن، خانم بنی هاشمی، که حکومت در زیر سایه اون پهپاد پرانی و موشک پرانی بی اثرش به اسرائیل، افکار جهانی رو داره از موضوع حقوق بشر در ایران منحرف میکنه. نظر شما در این باره چیه؟ خب به هر حال همیشه مسئله جنگ خیلی مسئله پررنگیه، نمیتونیم اینو در نظر نگیریم. همینجور که الان با اتفاقاتی که میان مسئله ایران و اسرائیل افتاده، خیلی از کنشگران طرفدار غزه هم همین حرفو میزنن که مشکلات غزه، قحطی و گرسنگی، فقر و بیماری در داخل غزه کاملا به فراموشی سپرده شده و الان اخبار کاملا تحت در واقع میدان میان جنگ میان ایران و اسرائیل هست. خب به همین ترتیب در داخل ایران هم همینطوره و در مقاطع مختلف تاریخی هم دقیقا همین اتفاق افتاده. هر بار که مثلا ببینید جنگ تحمیلی از جنوب داره، کشور در یه همچین التهابی به سر میبره، اما در زندان ها ده ها تن
اعدام سیاسی میشن در دهه 60. به همین ترتیب هر زمان که التهابات سیاسی خارج از کشور و بین المللی برای ایران پیش میاد، بلافاصله در واقع اولین چیزی که قربانی میشه به قول شما حقوق بشر، حالا در پرانتز میگم برای که حقوق بشر واقعا اندازه‌شو نمیدونم تا چه اندازه میتونیم اسمشو بذاریم که داری مثلا در ایران، مورد در واقع اینجور تهاجم قرار میگیره. اما در این حال که ممکنه در صدر اخبار و در تیتر اخبار این حقوق بشر نباشه، ببینید مردم هستن و این تعداد اکثریت مشکلات دارن، بنابراین نمیتونیم بگیم که این صدای این مشکلات خفه خواهد شد، صدای این مشکلات ساکت خواهد شد، برای این که به هر حال تا زمانی که مشکلات معیشتی، اقتصادی، امنیتی هست، صدای مردم و صدای حقوق بشر هم به جهان خواهد رسید. ما حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم در این بخش گفتگومون. جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که از ابتدا انجام داد نابودی معنای واژگان بود، اینکه این طرح خشونت‌آمیز پلیس امنیت خودشون رو گذاشتن طرح نور، رئیس پلیس هم دلیل اجرای اونو امنیت و آرامش زنان ایران عنوان میکنه. حکومت با عمد به چه دلیلی داره تلاش میکنه معنای واژه‌ها رو به هم بریزه؟ در هر صورت تلاش حکومت هر چیزی که باشه واقعیت که داره در بطن جامعه میگذره رو تغییر نخواهد داد. منظورم به اینه که این اسامی هر چقدر که از معنای خودشون توهی هم بشون، در واقع در واقعیت تفاوتی نمیکنه. اون جیغ زدن ها، اون داد زدن ها، اون تصاویری که داره میرسه، اینکه مردم از چند ساعت آینده خودشون هم بیمناک هستن نسبت به حملاتی که ممکنه صورت بگیره و اخبار جهان رو هر جا که نگاه میکنیم صحبت از اینه که آیا اسرائیل حمله میکنه یا نه، واقعیت وضعیت روانی مردم این چیزها هست. حالا هر چقدر که اسم ماموریتمون رو بذاریم گذر از بهشت، عبور از بهشت یا رسیدن به نور، واقعیت اینه که الان وضعیت مردم در وضعیت التهابی هستش و این سرکوبگری هم در واقع تأثیری در رفتار مردم نخواهد داشت. سپاسگزارم از شما. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو از شیکاگوی آمریکا.